مقابلة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوهافي في صحيفة جيروزاليم. أفيف كوهافي رئيس ستاد ارتش اسرائیل در گفتگو با نشریه جرسالیم پست از تحریکات نظامی و امنیتی ارتش کشورش در عراق و سوریه خبر داد. او در این میان فاش کرد که اسرائیل در حال حاضر تحت عنوان جنگ میان دو جنگ در عراق و سوریه به انجام یک ماموریت نظامی می‌پردازد و طی آن قصد دارد از تشکیل حزب الله دیگری در عراق و سوریه جلوگیری کند. بر اساس این گزارش آفیف کوهاوی گفت که ارتش کشورش مواضع ایران در عراق و سوریه را هدف قرار داده و تاکید کرد که گسترش نفوذ ایران به مقر نظامی امام علی در نزدیکی ابوکمال سوریه رسیده است. او این مقر را مرکز عملیات گروه‌های شبه نظامی ایران در منطقه توصیف کرد. به گفته جرسالیم پست، حزب الله نسبت به سال‌های 1999 تا 2005 قدرت خود را دو برابر کرده است، چرا که اکنون از لحاظ سیاسی و اقتصادی و لبنان کنترل کامل دارد، چیزی که اسرائیل نمی‌خواهد در بقیه کشورهای منطقه تکرار شود. این نشریه افزود حزب الله طی سال‌های گذشته موفق به کسب تجربیات گسترده و توسعه تسهیلات و تجهیزات خود به ویژه در سوریه، عراق و یمن شده است. این نشریه در پایان گزارش خود به عملیات صورت گرفته توسط اسرائیل از جمله در عراق، سوریه، یمن و سایر مناطقی که گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در آن فعالیت می‌کنند اشاره کرده و گفته است که اسرائیل به شدت تلاش می‌کند تا از دستیابی ایران به بخشی از سوریه جلوگیری کند. جرسالیم پست هدف نهایی ابتکار عمل و عملیات مرتبط با آن را جلوگیری از باز تولید حزب الله دیگری در کشورهای منطقه می‌داند. من مناطق الاخرى. می فرحات بیروت.